سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز. طبق هر چهارشنبه در کنار دوست نازنین و همکار بسیار خوبم خانم شما برم من مرسی، باعث افتخار منه که شما منو دوستتون حساب می‌کنید. واقعا در کنار شما بودن لیاقت می‌خواد. صد درصد حرف نذارین تو رو خدا، به خدا واقعا از بس گلید. با سلام به شما دوستان عزیز و سلام مجدد به شما، خیلی خوشحالم که باز چهارشنبه دیگه اومد، منم اومدم در کنار شما باشم با گپ خودمونی واقعا با شما دوستان. امیدوارم که توی هوای گرم هیچ کدومتون گرم زده نشده باشید، چون واقعا الان دیگه هوا در سراسر دنیا علی خصوص آمریکا رسیده به عدد سه رقمی و امروز که من سوار ماشین شدم نگاه درجه هوا کردم دیدم وای، الان که داشتم میومدم روی 107 بود در منطقه دقیقا. ولی و خیلی گرم، خیلی واقعا نمیشه رفت بیرون. واقعا نمیشه رفت. من توصیه کوچولی داشتم واقعا، چیزایی که بعضی موقع ما هم پشت تیوی برای دوستان عزیز میگیم چیزی نیست که خدا نکرده شما ندونین. شما 100% همه بهتر از همه مسائل رو متوجه، ولی بعضی موقع واقعا آدم گوشزد کردن بعضی چیزا، یعنی یاداوری یه چیزی میشه، ممکنه واقعا تأثیری داشته باشه آدم اگه تو این طول زندگی با گرفتاریایی که هست فراموش کنه. اینا رو گوشزد کردنه. تو رو خدا به حیوانای خونگیتون در این روزهای گرم بیشتر برسید. اگر اینا رو جوری هست که در بیرون از منزل، بیرون از محیط خونه که هوا گرم هست نگهداری میکنید، سعی کنید مرتب براشون آب خنک بذارید، آب همراه با یخ بذارید، سعی کنید یه پنکه یا یه کولر کوچیکی نزدیک محل که در واقع اون خونه سگتون یا هر نوع حیوانتون هست بذارید. اینها رو واقعا ازشون نگهداری جانانه کنید. اینا هم عین ما هستن، گرمشون میشه و مشکلاتی براشون پیش میاد که بعضی موقع ما فکر میکنیم این چرا خدا نکرده سگ ما مریض شد، اینجوری شد. اینا خیلی در فصل تابستان اینا خیلی زیاد دیهایدرت میشن و همون باور کنین ریاکشنی که بدن ما در مقابل گرما داره سگام عین ما هستن، همون متاسفانه حالت معده‌شون به هم میخوره و دیهایدرت میشن، حتی سردرد میگیرن. اینها به آب یخ برای حیوانات، برای پرندگان سعی کنید یه کاسته آب، یه ظرف آب بذارید در منطقه که روش آب نشه، که روش آفتاب نگیره، که اینها اگر گرمشون هست بتونن بیان و از این لیوان، از این کاسته های آبی که شما برای اینا میذارید استفاده کنید. این کارا خوبه در تمام طول سال، ولی روزایی که واقعا گرمه مثل امروز که و این روزهایی که در پیش داریم و واقعا هوا گرمه، حیوانا هم این ما به آب احتیاج دارن بیشتر از حد معمول. خب اونا هم پرتای جاندارن. بله. و خیلی از دوستان عزیز من دیدم که سگ دارن، اینا به خاطر اینکه زیاد دستشویی نرن این سگا، متاسفانه همراه با غذا فقط بهشون آب میدن. یک کاسته آب هیچ وقت اویلیبل تمام طول روز برای سگا نمیذارن. من از چندی نفر میگم مثلا چرا برای سگت آب نذاشتی؟ میگه خب این من زیاد آب میخورم و دستشویی مرتب میره و من برای کنترل این مسئله آب کمی رو فقط موقع غذا خوردن اینا برای چند ساعتی در اختیارش قرار میدم و بعد در تمام طول روز این آب نداره. حالا روزایی که هوا سرده ممکنه که بدن ذخیرش شاید مثل سگا کافی باشه، ولی واقعا روزای گرم یکی از چیزای بسیار بسیار برای بدن ما مفیده، چه خود ما و چه حیوانا، آب هست. چون میدونین بیشتر بدن ما رو آب تشکیل داده، همچنین بیشتر بدن حیوانات هم همینجور. اینه که اینا به آب بیشتری در این روزهای گرم احتیاج دارن. من دست همه شما عزیزان رو که میدونم همتون حیوانات رو دوست دارید، بهشون احترام میذارین، بهشون ارزش میدین و واقعا مثل یک جاندار باهوش بهشون رفتار دارید، واقعا دستتون رو میبوسم. اگر که در این روزها یه مقدار همچنین که فکر خودمون باید باشیم و آب بیشتری استفاده کنیم، در هوای خنک‌تری بمونیم، روزهای ساعتی که گرمه بین 12 تا 5 بعد از ظهر از خونه خارج نشیم،
به حیوانات بیرون هم اگر که در داخل منزل نداریم به، یا اگر نزدیک جنگل یا جایی هستیم که به طبیعت بیشتر نزدیک است، اگر بتونیم واقعا کاری کنیم که بتونن این حیوانات به آب بیشتری اگه احتیاج داشتن دسترسی داشته باشن، بدونید از هزار بار به طواف خونه خدا رفتن و گردش دور خونه خدا یا هر نوع عبادتی یا هر نوع چیزی واقعا احترام گذاشتن و کمک به حیوانات هم یکی از ثواب‌ها و ارزش‌های خیلی زیادی پیش خداوند داره. اینا رو فراموششون نکنید. 100%. خیلی ممنون از اینکه یادآوری کردین در این روزای داغ. واقعا شما گویا یه ویکند اونور بودین، نه اورنج کانتی بودین، ولی اونور تقریبا 7 8 درجه از زیر خنک‌تره. بله بله، من چند روز است به خاطر نگهداری از سگ پسرم رفته مسافرت، رفتم خونهش و دارم از سگش نگهداری میکنم. در منطقه کرون دلمار هست منزلش. واقعا هوا با اینجا، یعنی دیروز عصر ساعت 6 عصر من رفتم بیرون میخواستم خرید کنم، دیدم سردم شده و اصلا اونجا آنیست بهتون بگم، کولر رو من روشن نمی کنم چون هوا خیلی خوبه. مثلا دیروز 74 بود و هوای خوبیه. خب بعضی از مناطق هست که خب هوا خوب ده هست، ولی خب اکثر جاها گرمه. من شنیدم اصلویه در ایران به 66 درجه فارنهایت رسیده که واقعا اصلا فکر میکنم اون بی آبی و بی برقی و میدونی شرط بدی که برای مردم ایران واقعا درست کردن، خیلی وحشتناکه. از یه طرف آمدن شل دادن برای حجاب، مردم رو از یه طرف دیگه دارن آزار اذیت میدن از نظر کمبود آب، برق، غذا، دارو، همه چی واقعا. ولی الان دو روزه مردم رو به اون سیستم عادت میدن، بعد الان دو روزه با توجه به تمام اون گرفتاری که وجود داشته هیچی، الان گشت ارشاد هم برشن گذاشتن در این فصل به این گرما که دختره جوان گویا چند نفرشون هم گرفتن و مجازاتشون هم که مثل که یک ما باید برن میت بشورن. وای خدا مرگم بده. میدونی؟ و باور کنین من داشتم با یک دوستانم دیشب صحبت میکردم، این دوست ناظر من گفت اصلا اینو چجوری این فکرها به سرشون میرسه؟ آره واقعا که مثلا مجازات باید این باشه، اینا چجوری این فکر از خودشون واقعا میشینن، اینا شکنجهگر هم میشینن فکر میکنن که اینها اصلا. و متاسفانه فعلا این روش دارن ادامه میدن، ولی من امیدوارم که تمام جوانان غیور ما، مردم غیور ما، همه در مقابل این استبداد واقعا بیستن، نباید از پا بشینن. یعنی تا یک ذره آروم میشه اینا یک حرکت بدتری رو انجام میدن، یه قانون مزخرفتری رو از خودشون به وجود میارن. ده. خیلی آدم متاسف میشه تو این هوای گرم، واقعا الهی بمیرم برای عزیزای واقعا هموطنم تو ایران که با این لباسای باید همه چی کاور باشه، با این مشکلاتی که هست، یعنی همه چی رو ول کردن و چسبیدن به این حجاب زنها و واقعا زورشون به جنس زن رسیده. دقیقا. البته اینجا تو ایران همه زیر ظلم و زیر استبداد هستن، فقط زن ها، پسر ها، همه واقعا مردم ایران. ولی برای خودشون که نه، تمام آقازاده ها که و دخترها همه آمدن بیرون و در بهترین سواحل دنیا دارن راحت زندگی میکنن، لخت و اوریون و با مایو و لخت و مشروب و همه چی رو کشتی های آنچنانی، میدونین. و بعضی از این خودفروش ها هم به خاطر مسئله منافع مالی، منافع خوشگذرونی، منافع همه چی دم به دم اینا میدن و درست دقیقا شدن شریک جرم این انگلای خارج از ایران واقعا. بله و خیلی دم متاسف میشه حقیقتا. شما که در خارج از ایران زندگی میکنین و در یک کشور آزاد اروپایی آمریکایی دارین زندگی میکنین، واقعا برای چندرغاز قد خودفروشی به نظر من خیلی، واقعا خودفروشی خیلی بدی دارن، کاری خیلی بدی رو دارن انجام میدن. خدا هم از اینا نمیگذره. اگر واقعا حق و حقیقتی باشه خدا هم از اینا نمیگذره. من یک کلیپ رو دیدم تو هم پستم کردم که
دارن نشون میدن با نظریه های مختلفی که دارن نشون میدن، دارن باج به مردم میدن، مردم عادی البته، مردم بی سواد، چون ما هر چی میکشیم از دست این مردم بی سواد داریم میکشیم. همون زمان شاه فقیدمونم اگر مردم سواد داشتن، فرهنگ بالا داشتن، هیچ موقع دنبال این آشغالا که راه نمیافتادن به خاطر قولای الکی، آب مجانی، نمیدونم خونه مجانی، برق مجانی، این بلا سر مردم بیاد. همینا، همین آدما در این کاتگوری رو الان من شنیدم با حلیمای مختلفی که درست میکنن و نظریه های مختلفی که میدن، دارن به مردم باج میدن که مثلا اینا رو راضی نگه دارن. ببینید چقدر آدم باید متاسف بشه که یک آدم به خاطر شکمش پا رو اصول اخلاقیش بذاره فقط به صرف این که مثلا یه دونه کاسه مثلا حلیم بخوره. این شکم کارد بخوره به خدا. نمیدونم این حلیم چیه که از بقل این حلیم درست کردن میخواد سوء استفاده بکنن، سوء استفاده مالی بکنن، سوء استفاده رابطه بکنن، خودشیرینی بکنن. تو خود همین آمریکا هم خاصیت حلیم چی چیه؟ سفره های مختلف به نام های مختلف. البته بهتون بگم اینقدر مردم ایران هم واقعا هوشیارن، چه در خارج چه در داخل، که دست اینا رو کم و بیش رو کردن. فقط متاسفانه اینقدر پوست کلوف اینا دارن که اصلا به رو خودشون نمیارن. ولی واقعا دکون این جور چیزا، مثلا هم آغاز ماه محرم شده، دقیقا دیگه دارن این کارا رو میکنن دیگه. دارن دوباره این، ببینی اینا پوستاشون باور نمیکنین. من اون موقع که تو ایران بودم میگفتم اینا پوستاشون از شتر و کرگدن درست شده، خدا شاهده. یعنی اگر این تیپ آدم ها، یعنی فرق نمی کنه چه در ایران چه در خارج از ایران هستن، آدمی که خیلی وقتی و پررو هستن، ناخودآگاه وقتی که نگاه بهشون میکنین میبینین این پوسته خیلی کلفته دیگه، کرگردن هم از رو برده، نه سنگ پای قزوینه. باور کنین نه حقارت، نه توهین، نه یاوه‌گویی آدم بهشون بگه، اصلا هیچی براشون مهم نیست، ابدا. خب این خیلی بده دیگه، میدونین. خب یکی از شرایط بد بودن همینه، داشتن پوست کلفت هم هست. بله. پوست اونی که پوستایی به قول نازک روانی دارن حساسن، بهشون بر میخوره، غیرت دارن، به قول سنسیتیو. یکی از شرایطش داشتن پوست کلفته که تو اصلا اینقدر بیخیال و اینقدر چیز باشی که در مقابل مسائل و چیزای کشور خودت بی احساس و بیرک باشی. من اصلا از انگار از زمانی که شکم مادر به دنیا اومدم اصلا مخالف مذهب و مذهبیت و اصول دینی بودم. آزادید باور کن، یعنی اصلا نمیتونستم بپذیرم، قبول نمیتونستم بکنم. حتی افرادی که اینوال به این داستانا در اون زمانم حتی بودن، من واقعا ازشون دوری میکردم، یه وحشت عجیبی ازشون داشتم اصلا، و هیچ موقع دوست نداشتم از اون گوش بدم، برای که غم به دلم میشست. میگفتم آخه وقتی من میتونم با یه موزیک شاد خودم رو شاد نگه دارم، به روحیم خوشی بدم، چرا باید بشینم غم بخورم که مثلا اذان رو گوش بدم، میدونی؟ و دیگه مثل من خب کم بودن، البته خیلی به ندرت. شما خب من مدیون خانوادم هم هستم، بله. چون تو خانواده بزرگ شدم که اصلا اهل این چیزا نبودن، مذهبی نبودن واقعا، میدونین. و کاش میشد 99% مردم ما میشدن این شکلی که الان به این درد مبتلا نشن و گول این عوامل فریب خوردن رو نخورن. درست بگید. واقعا دین کلن در تمام سالها، در تمام قرنها رو که بخوای فکر کنی، هر دینی برای خودش یه زمانی واقعا تازونده. هر دینی رو فکر کنی در زمان خودش زمانهایی بوده که قدرت داشتن، واقعا به مردم تازوندن و
امیدوارم یه روزی واقعا دنیا به اون حد از پیشرفت برسه که تنها دین ما دین انسانیت باشه. دقیقاً همینه. و تنها دین ما دین عشق و وجدان باشه. دقیقاً چون همینه. خداوند به نظر من از روزی که ما متولد میشیم در وجود ماها یک چیزی گذاشته، یک حسی گذاشته به نام وجدان. و اگه خوب و بد رو همون جور متوجه میشیم، همون فیلینگی که بهمون دست میده، همون وجدانمون و انسانیت آدم ها اگر پیشرفت کنه، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، اگر بهترین دین دنیاست به نظر من. این کسی که رفتارش، کارش، اعمالش ایناش نیک باشه، احتیاج به هیچ دینی در دنیا نداره. دقیقا. در گرگان من یک کلیپی تو سوشال میدیا دیدم، اگر مریم عزیز بتونه پیدا بکنه اینو بعد از صحبت‌های ما بذارن که بعد بپردازیم به مطالب شما. در گرگان در یک مراسم عزاداری زنها، بازم زنها، همه با لباس سفید، با دف و آواز مراسمو برپا کردن. بح بح. میدونین، خب برای که اون شخص به یک دنیای دیگه، به دنیای رفته که دنیای واقعیشه، یعنی دیگه برگشتی وجود نداره، زندگی اصلیش در حقیقت، آغاز زندگی اصلیش در اونجاست. ما حالا نمیدونیم به کجا میره، روح میشه، نمیدونم روحش به چه شکلی در میاد، اونو نمیدونیم. ولی anyway به نظر من این نوع استقبال کردن برای مراسم به نظر من خیلی شکیلتر و خیلی قشنگتر و خیلی زیباتره، هم برای بازماندگان خیلی تأثیر قشنگتری میتونه داشته باشه، هم برای اون جوانی که واقعا مقصد که افراد جوان، جوانی که رفتن، روح شادتری رو در کجا، هر کجا که هستن خواهند داشت واقعا. خب بریم ببینیم ما برگرد شاد باشه انشالله. سفریه که همه میرن، هیچ کس از این سفر چی میگن نمیتونه در بره. نه واقعیته. و چقدر هم خوب بازم، واقعا من بازم واقعا فکر میگم چقدر خوب که مرگ هست، خیلی خوبه. اگر این مرگ نبود دنیا رو خیلی بد، دنیای بدی میشد، جالب نبود، باور کنید. تازه اینقدر کوتاه مردم فکر میکنن مرگ نیست، اینقدر کارهای عجیب غریب میکنن، اینقدر حق مردم رو میخورن، اینقدر کلاه آدم ها رو برمیدارن، اینقدر همدیگر رو میازارن. وای اگر زندگی ها دائمی بود میخوردن همه همدیگر رو باور کنید. خب بپرسیم به برنامه شما که بینندگان عزیز منتظر هستم. خواهش میکنم. در آغاز من کارامو در آفیس بگم. من غزالی جانپناه هستم و با سالها سابقه کار در امور سوشال سیکوریتی، پابلیک سوشال سرویس و گرفتن بیمه های دولتی، گرفتن
مزایای دولتی، بنفیتس های سوشال سکیوریتی، پابلیک سوشال سرویس، گرفتن ویزاهای آمریکا، گرفتن سیتیزنشیپ و کارهای ایمیگریشن که در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امروز دوست داشتم که یه مقدار در مورد بیمه مدیکال صحبت کنم و فود استمپ، چون که خیلی از دوستان عزیز از زمانی که کووید شد استفاده از بیمه های مدیکال رو شروع کردن و حتی فود استمپ هم بهشون داده شد و در واقع ما در زمان کووید و بعد از اون تا مدتی در حالت امرجنسی بودیم. زمانی که وضعیت امرجنسی پیش میاد و استیت اعلام در واقع امرجنسی میکنه، به کانتی های شهرهای مختلف که در یک ایالت قرار دارن اطلاع داده میشه که به طور مثال اگر پرونده‌ای برای فود استمپ میرسه، پرونده‌ای برای کمک های ضروری بیمه و هلت و غذا و اینجور چیزا میرسه، به سرعت به اینا رسیدگی کنن و سختگیری هایی رو که در زمان های عادی غیر از امرجنسی در حالت عادی انجام میشه رو در واقع این سختگیری ها رو انجام ندن و کیس ها رو خیلی زود اپروف کنن، حتی مقدار اون بنفیتس ها رو در واقع بیشتر کنن و به قول معروف اون اینا رو برای افراد سهل و آسون کنن. چرا؟ زمانی که استیت در حالت امرجنسی میره، حالا بعضی موقعا یه دفعه میبینین سیل میشه در بعضی از شهرها، در یه بعضی از شهرها زلزله میاد، در حالت استیتا میرن در حالت امرجنسی، که کووید هم یکی از شرایط امرجنسی بود برای اکثر آلموست تمام ایالت های مختلف آمریکا و به خیلی ها که شاید کوالیفای نبودن بیمه رو دادن و فود استمپ رو دادن، ولی از وقتی که تموم شده میبینیم که اکثرا که زیر این نظر این بیمه ها یا این فود استمپ بودن، این بنفیتس هاشون قطع شده و بهشون داده نمیشه. دوستان عزیز، خیلی از شما شاید هنوز هم واجد شرایط گرفتن این بیمه یا این فود استمپ ها باشید، فقط چون اینها رو بدون در واقع اینترویو های خاصی که باید انجام بدن، اطلاعات خاصی رو که در مورد فاینانشال شما داشته باشن انجام شده بوده، معمولا قطع میکنن. بعضی ها واقعا اینو نمیدونن که شاید هنوز واجد شرایطش باشن یا نه. بنابراین اگر که بیمه هاتون قطع شده، اگر که فود استمپتون قطع شده، حتما به من تماس بگیرید و اجازه بدین که من روی کیساتون کار کنم و شرایط شما رو اوالویت کنم، چون که خیلی این رو در واقع الان چندین ماهه که من خیلی تلفن های مختلف دارم که بیمه های مدیکلشون فور نو ریزن به هیچ دلیلی قطع شده یا اینکه فود استمپ هاشون قطع شده. و خیلی بپرسم چقدر میتونه مبلغ این فود استمپ باشه در ماه؟ فود استمپ ها الان برای یک نفر 281 دلار در ماه. هر چی بخوام میتونم بخرم؟ بله، هر چیزی که مواد غذایی باشه. غیر مواد غذایی نمیتونم؟ نه، باید در واقع و مشروبات الکلی نمیتونن بخرن، فقط مواد غذایی باید باشه. بیشتر غذاهای پخته شده در فروشگاه ها رو نمیتونن بخرن، اما بعضی از فست فود هایی هست که مثل ال پولو لوکو، مثل پیتزا هات، مکدونالد، اینا ای بی تی رو قبول میکنن و معمولا این ساین روی فروشگاه هاشون زده شده که وی اکسپت ای بی تی، که میتونید اینها رو در واقع غذاهای فست فود های آماده شده رو بخرید. کسانی که این فود استمپ رو دارن معمولا با این سیستم آشنا هستن، چون زمانی که میرن خرید و میخوان در باجه حساب کنن مشخص میشه که اینا از چه چیزی استفاده کردن و چه مقدارش رو فود استمپ میپردازه، چه مقدارش رو باید کش بدن. چیز دیگه ای که این بود خیلی مهم بود که باید به دوستان میگفتم، چون که میشه فود استمپاتون اگر که
کم شده، مخصوصا کسایی که دارن SSI میگیرن، یه دفعه دراپ کرد به 20 دلار یا 23 دلار، در واقع مثل قطع شدن شد برای اینا. حتما به من زنگ بزنید. بیشتر اوقات هست فرمایی که مخصوص کارتون هست رو پر نکردید، بیشتر اوقات که براتون پکیج برای ریویوی سالانه فرستادن اینا رو پر نکردید. خیلی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. غیر از این که اگر که واقعا کسانی که از این بنفیتس ها استفاده میکردن، حالا که دیگه کووید در واقع خدا رو شکر از بین رفت و کانتی و ایالت ها از حالت امرجنسی در اومدن و مردم به کار عادی خودشون پرداختن اینا رو، و شما اگه خودتون سر کار رفتید یا کاری پیدا کردید، میتونید به ورکرتون صحبت کنید. میشه حتی مقداری شماها میتونید روی پلانای مختلفی برید و بیمه ها رو روی پلانای مختلفی با مقدار کمتری از داشته باشید. اگر که به هر دلیلی حالا بیمتون قطع شده، به من زنگ بزنید، اجازه بدید در خدمت شما دوستان عزیز باشم. این روزا خیلی سوال باز در مورد این هوم سپورت سرویس هست. هنوز هم دوستان عزیز مشکل دارن و سوالایی دارن در مورد این هوم سپورت سرویس، که یکی از افراد منزل در خارج زندگی میکنه و داره به اینا سرویس میده، اینا چجوری باید ساعتاشون رو پر کنن، چجوری باید در واقع چکینگ و چکات کنن. اگه مشکلی در این مورد دارین هم باز میتونید به من زنگ بزنید، اجازه بدید در خدمت شما دوستان باشم. اینو بدونید شماهایی که SSI میگیرید واجد شرایط گرفتن مقداری از فود استمپ اور کال فرش میشید، که همون فود استمپ اسم قدیمیشه یا بهش میگن کال فرش. برای سوال دارم، فود استمپ به اعضای مثلا 5 نفر یه خانواده به هر کدوم 260 دلار میدن؟ نگاه کنید، نفر اول 260 دلار، همینجور به تعداد که میره بالاتر یه مقدار کمتر میشه، ولی یه نفر دیگه اد میشه. این جوریه، یعنی یه مقدار از اون ماکسیموم برای نفر دوم کمتره. خب برای افرادی که میان توی مملکت کار ندارن و الان در شرایط فعلی به صورت پناهنده آمدن یا به هر شکلی که آمدن، این خودش خیلی میتونه برای خانواده موثر باشه. حتی کسانی که کار میکنن اگر درآمدشون پایین هست، میتونن هم بیمه مدیکال داشته باشن، هم میتونن از فود استم استفاده کنن، علل خصوص خانواده هایی که بچه های کوچیک دارن، اونایی که بچه های تازه به دنیا اومده دارن، حتی اگر پدر و مادر اجازه قانونی در آمریکا نداشته باشن و در واقع ایلیگال باشن، اگر بچه رو در آمریکا به دنیا میارن، اون بچه از همون حتی در زمانی که در شکم مادرش هست به مادر بیمه میدن، و زمانی که اون فرزند به دنیا میاد، اون به فرزند بیمه خواهد داشت، کوپان غذا خواهد داشت، و خلاصه دولت آمریکا از این بچه اگر خانوادهش در شرایط مالی مناسبی نباشن واقعا تکر میکنه. حقیقتا من نمیگم خیلی مقدار زیاد هست، مخصوصا در ایالت کالیفرنیا با این گرونی‌های بسیار بسیار زیادی و تورمی که در اجناس وجود داره، به نظر من واقعا 281 دلار برای یه نفر آنچنان چی میگن مقداری نیست که واقعا بشه. آره، ولی برای کسی که نداره، بله، من میخواد بله، بیاد اینجا، بله، بله، با این دلار گرون، بله، به هر تقدیر حداقل از درصد میتونه یه چیزی داشته باشه بخوره، میدونی؟ بله، صد درصد. دستش جلو کسی دراز نباشه، بله. کمک هست و بیمه هست، همه چی. اون مملکت خود ما سرشار از ثروت، همه چی، مردمش از گرسنگی دارن میرن، بچه‌هاش از تو فقر دارن میمیرن، دولت کوچکترین کمکی بهشون نمیکنه. با صد رحمت به یه آمریکا، واقعا صد درصد. واقعا خب دیگه متاسفانه در مورد اونجا من هیچ به قول نوکامن نمیتونم بگم، ولی آمریکا حقیقتا برای کسایی که واقعا وارد اینجا میشن خیلی شرایطو، یعنی توی آمریکا کسی واقعا بدبخت گشنه نمیخوابشه اصلا، میدونی؟ و بدون سرپناه نمیخوابه. بله، خدا رو شکر الان یه مقدار کمتی داره این
چیزا رو هم جمع کردن، بیشتر هوملسا رو. برای هوملسا رو جمع کردن و دارن براشون سرپناهی تهیه میکنن و دارن اینا رو جا میدن و خلاصه داره یه ذره اذیت. من احساس میکنم برای بله. محله خود ما بودن این نسبت به مثلا 3-4 ماه بیشتر خیلی بهتر هست، نه اینکه نباشه ولی خیلی بهتر شده. بله و دارن بیشتر چیز میکنن، مخصوصا روزای گرم جایی دارن که میتونن این افراد برن اونجا باشن، در هوای خنک استفاده کنن. حقیقتا اینجا اگر که شرایط واقعا مناسب باشه موقعیتی خواهد بود برای اینکه از دولت کمک بگیرن. در ضمن کسانی که SSI دارن استفاده میکنن 100% میتونن از فود استمپ هم استفاده کنن. این رو یادآوری دوستان میکنم، چون که سوشال سکیوریتی هیچ وقت نمیاد به شما بگه که شما این هم یا یه چیز دیگه هم یا در واقع چیزایی که ممکنه مورد احتیاجتون باشه رو بهتون یادآوری کنه. ولی میتونید اگر SSI میگیرید از فود استمپ هم استفاده کنید. الان یه سوالی پیش اومده و اون که شخصی که بیمه دولتی داره میگیره و از مزایای دولتی داره استفاده میکنه و اگر تصادف کنه و پول هنگفتی بابت بیمه تصادف بهش برسه باید این پولو گزارش بده؟ 100% باید گزارش بده. البته بستگی داره که این بیمه رو به چه صورت گرفته. کاور کالیفرنیا زمانی که یه فرد زیر سن 65 سال هست بیشتر روی اینکام افراد میره نه روی asset، بیشتر اینکام رو در نظر میگیرن. through the cover کالیفرنیا میان میگن که این فرد سالانه چقدر کار داره میکنه، چقدر درآمد داره، روی درآمدش هست. ولی اگه فردی بالای سن 65 سال هست روی asset اون فرد میرن و بیمه رو میدن به این صورت هست. بنابراین البته میدونید که گزارش باید جزء تکسشون اگه کسی کار میکنه و اینو باید گزارش کنه، ولی معمولا روی کسانی که under 65 هستن در واقع through the cover کالیفرنیا درخواست بیمه مدیکال میدن و بیمه رو میگیرن، اینها نسبت به تکس سالانه شون هست که چقدر درآمد در سال گذشته داشتن یا چقدر درآمد کسب کردن. پول های اینجوری رو آره اگر که SSI میگیرن، اگر که SSI میگیرن 65 سال به بالا هستن و SSI میگیرن بله باید اطلاع بدن و به چون این پول باید تو بانک گذاشته بشه. بله بله اگر SSI هستن بانکی رو چک میکنن. بله دیگه بله 100%، چون که کلن باید کسی که SSI میگیرن پولی هر پولی حتی اگه میرن گمبل میکنن میرن قمار بازی میکنن برنده میشن که ایشالا دوستان عزیز همیشه برنده باشن هیچ وقت بازنده نباشن میبرن، باید اطلاع خب بدن. خب اگر اون پول تو حساب نباشه همونجا تو کازینو خرج لباس و اینا بشه باید چون که خود کازینو زمانی که پول میبری، البته من هیچ وقت نبردم به خدا این سیستم رو بدونم، ایشالا میبرم یه بار و بهتون میگم که چی جوریه پروسس این کار، ولی میدونم زمانی که فردی میبره در کازینو بعد از اینکه پول رو بهش میدن فرمی هست پر میکنه که این فرم رو خود کازینو باید به IRS بده که این پولایی که خودشون هم به طور مثال درآمدی که دارن پولایی هم که میدن رو اونا رو گزارش میکنن و معمولا خود سوشال سکیوریتی به خاطر اینکه کازینوها خودشون این رو در واقع گزارش میکنن به IRS، IRS هم جزء لیستشون هست و به سوشال سکیوریتی معمولا رپورت میشه. اینه که قبل از اینکه خود سوشال سکیوریتی از شما سوال کنه بهتر از خودتون برید و خیلی دوستانه گزارش کنید که چقدر مقدار بردید، به چه صورت بردید و چه جوری دارید خرجش میکنید یا چی کارش میکنید. بله هر چیزی رو که از در واقع SSI این خیلی دوستان این رو فکر میکنن واقعا این پول سالهای زحمتشون در آمریکاست که میگیرن باهاش خیلی مثل بازنشستگی های ایرانشون
عمل میکنن، فکر میکنن این دولت آمریکا چون گفته شما به سن بازنشستگی رسیدید و خب خیلی لطف کردید اومدید آمریکا، برای همین الان اکثر بازنشسته ها میخوان بیان آمریکا دیگه. بله، این پول در واقع supplemental security income درست در سن بازنشستگی به شما داده میشه، ولی این پول در واقع یک نوع کمک ولفری و یک نوع کمک اجتماعی است از سوشال سکیوریتی به شما. این حقوق سال کار کردنتون نیست. اگه بخواید برید چند ماه اروپا بگردید، اگر بخواید برید ایران مسافرت وکیشن تابستونی یا زمستونی بردارید، اگر که میرید گمبل میکنید پول گیرتون میاد، اگر که کسی به شما یک پول گنده ای میپردازه، اگر تصادف یا مشکلی براتون پیش میاد که در واقع پولای اینجوری گیرتون میاد، حتما باید سوشال سکیوریتی ببخشید، اطلاع بدید به اینا، بگید که شما این مقدار پول رو ساختید یا گیرتون اومده یا گیفت اومده یا کادو رسیده یا تصادف کردید یا گمبل کردید، به هر طریقی هر پولی به شما میرسه، اینجوری براتون بگم، باید به سوشال سکیوریتی در اولین وقت گزارش بدید و به اونا اطلاع بدین در عرض 10 روز. و اگر مسافرت میکنین، باز و باز و باز هم این روزها میگم دوستان عزیز، باور کنید خدا شاهد هست که این روزها تمام سیستم به هم وصل هست و این شما دیگه این نیست که شما آیا اطلاع بدید یا اطلاع ندید بگید میریم نمیفهمن. قبلنا شاید اینجوری بود و خب از شما حتی بلیط های رفت و برگشتتون رو میخواستن، ولی الان جوری شده سیستم با سوشال سکیوریتی وصل شده، شما که مسافرت میرین اونا خبر میشن، به شما نامه میدن که اینترویو دارید، که اگر زیر 30 روز بود که خب مسئله ندارید اینجا هستید، اگر بالای 30 روز بود بنفیت شما رو قطع میکنن و در واقع وقتی که برگشتید باید به اینا حساب پس بدید که چرا رفتید، چرا گزارش ندادید و از این پول مسافرتتون رو شماهایی که برای احتیاج دارید به ماهی $1,000 در ماه که دولت به شما آمریکا کمک کنه زندگیتون رو بگذرونید، چجوری مسافرت های آنچنانی در های سیزن میرید، چجوری سالی 3-4 بار مسافرت میرید، پول بلیتتون رو از کجا آوردید، پول مسافرتتون رو از کجا آوردید، وقتی میرید در کشورهای مختلف خرج زندگیتون رو کی میده، ها؟ اینا به نظر شما کوشن نیست و اینا زیر سوال و کوشن میرید. بنابراین حواستون فقط میتونم بگم به خودتون باشه. ما دیگه به آخر برنامه رسیدیم، خیلی سریع گذشت واقعا. در کنار شما همیشه به ما خوش میزد، صحبت های دلنشینی که شما میکنیم واقعا دلنشینه. به خدا من اینجا واقعا قصد اینی که بخوام برای خودم کاستومر جور کنم یا که بخوام کاملا مشخصه واقعا... برای همینه اینقدر بینندگان ما دوستتون دارم. واقعا من میدونی... چیزایی رو که در روز میبینم و ناراحت میشم، چون میدونم حالا بالاخره هر ایرانی که اینجا هست غریبه، داره زندگیشو میخواد، یه پولی بگیره که محتاج خانواده و فرزند و این و اون نباشه و خب روی این حساب کرده. نمیخوام که کاری کنید که باعث مشکل برای خود شما بشه، شب خوابتون نبره، نگران باشید، ناراحت باشید، توی سن بازنشستگی آرامش داشته باشید. اگر روی قانون پیش برید به خدا همیشه زندگی پر از آرامش خواهد بود و یک در واقع بازنشستگی همراه با آرامشی رو خواهید داشت. ولی اگه بخواید شورتکات بزنید، خواب شبتون از همه چی براتون مهمتر بشه. کلکن دیگه، وقتی که کلکن هر طرفی هم که بخواید هولش بدین به طرف خوب بودن، باز بیراه رو میخواد بره. واقعا سوشال سکیوریتی گذاشته میگه کسانی که وارد آمریکا شدن، الان نمیگم از زمانهای بسیار قبل که از طریق کلک و نادرستی واقعا به جاهایی رسیدن، اینا شدن سرمشق دیگران، دیگرانی که میخوان باشن، چون خیلی اصلا نیستن واقعا تو این مایه، میدونین، و اصلا حاضر نیستن، نه از مزایای دولتی که احتیاج ندارن بخوان استفاده بکنن و نه کارهای خلاف اصلا دوست دارن، میترسن اصلا. خیلی هم نه، خیلی برشون راحته، اون مملکت این کاره بودن، آمدن اینجا این کاره شدن. خداوند همه ما رو
به راه راست هدایت کنه. دقیقا. خداوند تالنت و اون قدرت و ذوقمون رو در کارهای خوب به کار ببریم، در کارهای خیلی به کار ببریم. من یکی از دوستانم چند وقت شد من گفت یه زیدی هست هر موقع ازش میپرسیم آخه تو چی کار برای کار نمیکنه ولی خیلی خوبم داری زندگی میکنه، میگه آخر سر دیگه مجبور شد بگه بابام پولشویی. ببینه خیلی راحت داره میگه دیگه، دیگرانم بدونم. خب حسن از این آدم ها خیلی زیاده. بله، زندگی اینقدر کوتاهه که اینقدر کوتاهه که به بد بودن کلاه برداری هیچ چیزی نمیارزه. هممون دیر و زود بای بای ادیوس آمیگو در خدمت خداوندیم. اگر زندگی دوباره باشه بهتر هست که زندگی آرامش باشه، یک خاطره خوبی برای دوستان و برای عزیزانمون و اطرافیانمون بذارید. قربون شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا هفته آینده خدا نگهدارتون. هفته خوبی داشته باشید.